سلام، من شهریار هستم، اینجا پارسی تیوی. با یه برنامه دیگه اومدیم خدمتتون، این بار در مورد شهید ابراهیم همت، یکی از تاثیرگذارترین عوامل مقاومت در دوران جنگ. پس با ما همراه باشید و این ویدیو رو از دست ندید. قبل از شروع از پایین همین ویدیو عضو کانال ما بشید و با زدن دکمه زنگوله هم از ویدیوهای جدید ما مطلع بشید. خیلی همون اسمشو شنیدیم، یا اگر ساکن تهران باشیم هر روز شاید چندین بار این اسمو به زبون میاریم. مردی که بزرگترین اتوبان بین شهری تهران بنامشه، سید ابراهیم همت، فرماندهی که به خاطر از دست نرفتن وجبی از این خاک در کنار همرزمانش دوشا دوش شنگید و شهید شد. اسمی که به این سادگی ها از خاطر هم به پای نخواهد شد. 12 فروردین 1334 در شهرزای اصفهان به دنیا آمد. تحصیلات خودش رو در همون شهر به پایان رسوند. در سال 52 دیپلم گرفت. تو همون سال وارد دانشسرای تربیت معلم اصفهان شد و تو سال 54 مدرک فوق دیپلم خودش رو اخذ کرد. 2 سال بعد برای گذراندن خدمت سربازی اقدام کرد. پس از سربازی به شهر خودش برگشت و مدتی در مدارس راهنمایی شهرزا و روستاهای اطرافش به تدریس تاریخ پرداخت. فعالیت‌های ضد حکومتیش باعث شد تا چندین نوبت از طرف سازمان امنیت و اطلاعات کشور یعنی ساواک بهش اخطار داده بشه. گوشه و کنار حرف‌های نیشدار او به گوش حکومت رسید و اخطار ساواک در پرونده‌اش ثبت شد. به خاطر فعالیت‌های سیاسیش ساواک چند وقتی تحت تعقیبش قرار داد و مدتی فراری بود. اول به شهر فیروزآباد و بعد از چندی به یاسوج رفت. زمانی که در صدد دستگیریش بر اومدن به دوگنبدان عزیمت کرد و سپس به اهواز رفت و تو همون شهر ساکن شد. با بالا گرفتن انقلاب 57 به شهرزا برگشت و سازماندهی تظاهرات مردمی رو به عهده گرفت. در پایان یکی از راهپیمایی‌ها قطعنامه اون رو قرائت کرد و شایع شد که حکم اعدامش رو صادر کردند و همین مسئله او رو تا روز پیروزی انقلاب در مخفیگاه نگاه داشت. همت پس از پیروزی انقلاب در ایجاد نظم و دفاع از شهر و راه اندازی کمیته انقلاب اسلامی شهرستان شهرزا نقش مهمی ایفا کرد. او از جمله کسانی بود که سپاه شهرزا رو با کمک 2 تن از برادران خود و 3 تن دیگر از دوستانش تشکیل داد. اواخر سال 58 به خرمشهر و سپس به بندر چابهار و کنارک در استان سیستان و بلوچستان عزیمت کرد و به فعالیت‌های عقیدتی پرداخت. همت در خرداد 59 به منطقه کردستان اعزام شد. همسر شهید همت یکی از دانشجویان داوطلب اعزامی از اصفهان به شهرستان پاوه بود که تابستان 59 وارد این شهر شد و همراه دیگر دوستان مستقرش در کانون فرهنگی سپاه و جهاد پاوه به کار معلمی و امداد رسانی در روستاهای اطراف پاوه پرداخت. او در مهر ماه همون سال بعد از پایان ماموریت خود به اصفهان برگشت و در اواخر تابستان 60 بار دیگر راهی پاوه شد و فعالیت خودش را از سر گرفت. همت مدتی بعد از بازگشت از سفر حج به خواستگاری همسرش رفت و با او ازدواج کرد. حاصل این ازدواج 2 پسر به نام‌های محمد مهدی و مصطفی بود. با آغاز جنگ همت و احمد متوسلیان به دستور محسن رضایی فرمانده وقت سپاه پاسداران مأموریت پیدا کردند، ضمن اعزام به جبهه جنوب تیپ محمد رسول الله را تشکیل بدن. نخستین بار در عملیات فتح المبین مسئولیت قسمتی از عملیات به عهده همت گذاشته شد. همت در موفقیت عملیات در منطقه کوهستانی شاوریه نقش مهمی داشت. او در عملیات بیت المقدس در سمت معاونت تیپ محمد رسول الله فعالیت و تلاش قابل توجهی رو در شکستن محاصره جاده شلمچه به خرمشهر انجام داد و یگان تحت امر او سهم بسزایی رو در فتح خرمشهر به عهده داشتند. در سال 61 با آغاز جنگ در جنوب لبنان به منظور حمایت از حزب الله لبنان راهی این کشور شد. پس از 2 ماه به ایران برگشت. با شروع عملیات رمضان در تاریخ 23 تیر ماه 61 در منطقه شرق بصره فرماندهی تیپ 27 محمد رسول الله رو به عهده گرفت. بعدها با ارتقا این یگان به لشکر در سمت فرماندهی اون لشکر نیز انجام وظیفه کرد. در عملیات مسلم ابن عقیل و عملیات محرم در سمت فرمانده قرارگاه ظفر ایفای نقش کرد. در عملیات ولفجر مقدماتی مسئولیت سپاه 11 قدر رو که شامل لشکر 27 محمد رسول الله، لشکر 31 عاشورا، لشکر 5 نصر و تیپ 10 سید و شهدا بود به عهده گرفت. سرعت عمل لشکر 27 تحت فرماندهی او در عملیات ولفجر 4 قابل توجه بود.
وی در تصرف ارتفاعات کانیمانگا نقش مهمی داشته. به روایت محمد ابوترابی در کتاب مردان رستگار، با قفل شدن عملیات خیبر و بیتوجهی مقام‌های سیاسی و نظامی به توضیحات همت در مورد واقعیت‌های صحنه نبرد، میان همت که بعد از متوسلیان فرمانده لشکر 27 شده بود و کاظم رستگار گفتگویی تکان دهنده در میگیره. کاظم رستگار مدام میگه همینه دیگه، به خدا توکل کن. اونا کی فهمیدن که ما چی میکشیم که حالا بخوام بفهمن؟ منظور از اونها مقام های عالی رتبه جنگ بود. همت هم در حرفهایش روی یک موضوع خیلی تاکید میکرد و اونم این که بالایا تصور میکنن کوتاهی میکنیم و توقع دارن بعد از 5-6 بار شکست خوردن کماکان ادامه بدیم، در حالی که شدنی نیست. من باید بچه‌ها رو از روی بدن شهدای شب قبل حرکت بدم. این طرفم رزمنده‌ها فکر می‌کنن مطالب رو به بالا منتقل نمی‌کنم و گردان رو برای یه هدف دست نیافتنی هزینه می‌کنم. دیگه خسته شدم. به روایت کتاب دستواره سخن نوشته حسین شکری، محمد ابراهیم همت در میانه عملیات خیبر از محمد رضا دستواره، فرمانده وقت تیپ ابوذر لشکر 27، می‌خواد به نزد اکبر هاشمی رفسنجانی و محسن رضایی بره و عملی نبودن دستورات مدیران جنگ رو توضیح بده. ولی هاشمی با تاکید بر این که هر چقدر هم کشته بدن باید عملیات رو ادامه بدن، میگه اسلام رو به خفت نیندازید، بلند شید و برید، توکل کنید، ایشالله که راه باز میشه. در جریان خیبر محمد ابراهیم همت و حمید باکری جانشین فرمانده لشکر 31 عاشورا کشته میشن و اگرچه ایران جزایر مجنون رو تصرف میکنه، ولی به هدف اصلی عملیات یعنی قطع ارتباط بصره با بقیه عراق نمیرسه. در جریان خیبر همچنان که نیروهای ایرانی در برابر ارتش عراق مقاومت میکنن، هنگامی که همت برای بررسی وضعیت جبهه جلو میره، بر اثر اصابت گلوله توپ در نزدیکیش همراه با سید حمید میرافسلی در غروب 17 اسفند 62 در محل تقاطع جاده‌های جزایر مجنون شمالی و جنوبی بر اثر اصابت گلوله توپ سر از بدن جدا شده و کشته میشه. همت در جریان خیبر به همرزمانش گفته بود باید مقاومت کنیم و مانع از بازپسگیری مناطق تصرف شده توسط دشمن بشیم، یا همه اینجا شهید میشیم یا جزیره مجنون رو نگه میداریم. همت قرار بود در قطعه 24 بهشت زهرا دفن بشه، ولی به اصرار خانواده در زادگاهش در کنار امامزاده شاه رضا دفن شد. با این حال در بهشت زهرا و در کنار مصطفی چمران، عباس کریمی و رضا چراغی سنگ مزاری برای وی نصب کردند. برای بزرگداشت وی بزرگراه شهید همت و ایستگاه مترو شهید همت تهران به نام او نامگذاری شد. همچنین یکی از بزرگراه‌های جنوب شرقی اصفهان به نام وی نامگذاری شد. مرسی از اینکه تا این لحظه همراه ما بودید. لطفاً نظراتتون رو راجع به شهید ابراهیم همت پایین همین صفحه با ما به اشتراک بگذارید. واسه اگر هنوز عضو کانال ما نشدید خوشحال میشیم با عضویتتون از ما و فعالیت همون حمایت بکنید.